الو، السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام حسن حبيبي، كيفك؟ اهلا وسهلا بك بايران. لا ما اتفقنا هيك، لازم تحكي معي فارسي من اول وصولي على ايران. طيب سلام، حال شما چطور است؟ به ایران خوش آمدی. آسمان می آید. گوز، اینها گوزن هستند. گوز، اینها بز کوهی هستند. بز کوهی. آهو، اینها آهو هستند. آهو. اینجا مشخصات آهو نوشته شده است. قد 70 سانتی متر، وزن 48 کیلوگرم، جنسیت نر، سن 4 سال، و نوع تغذیه گیاهخوار. گیاهخوار یعنی چی؟ گیاهخوار، گیاه مثل علف، سبزی ها، درخت ها، میوه ها. گیاهخوار یعنی یتغذى من النبات، از گیاهان تغذیه می کند. تغذیه کردن، تغذیه می کند، یعنی می خورد. گیاهخوار از گیاهان تغذیه می کند. گوشتخوار یعنی از گوشت تغذیه می کند. آفرین. اصدلت مدبرم؟ ماشاءالله بخور. بله، اینها شیر هستند، شیر نر و شیر ماده. توله های شیر. به بچه های شیر توله میگویند. شیر، شیر نر، شیر ماده، توله های شیر. به بچه های شیر توله میگویند، یعنی شبل. صحیح، توله یعنی شبل. اینها روباه هستند، اینها شغال و اینها گرگ هستند. گوشتخاران، روباه، شغال، گرگ. اینها گربه هستند. گربه، گربه، موش، موش. آن بالا پرنده های مختلفی نصب هستند. نصب یعنی منصوب. نصب یعنی منصوب. نصب. آفرین. طب بیالا حیوانات اهلی، یعنی حیوانات الالیفه. حیوانات اهلی. حیوانات وحشی، یعنی حیوانات المفترسه. حیوانات اهلی. حیوانات وحشی. حیوانات اهلی مانند
کمن هون گاو گاو گوسفند گوسفند بز بز اسب اسب الاغ الاغ قاطر قاطر و حیوانات وحشی مثل شیر ببر پلنگ گرگ آفرین به بچه گاو گوساله و به بچه گوسفند بره و به بچه بز بزغاله و به بچه اسب و الاغ کره و به بچه شیر ببر پلنگ و گرگ توله میگویند بچه زا یعنی تلد و تخمگذار یعنی تا دعبیدن پرندگان تخمگذار هستند و پستانداران بچه زا هستند بچه زا تخمگذار حیوانات اهلی حیوانات وحشی حیوانات آبزی پرنده ها چهار پایان حیوانات خانگی حیوانات گوشتخوار حیوانات گیاهخوار حیوانات حلال گوشت و حیوانات حرام گوشت حیوانات حلال گوشت گوشت لحم یعنی لحم حلال حیوانات حلال گوشت حیوانات حرام گوشت یعنی لحم حرام حیوانات حرام گوشت صحیح حیدشی کتیر مهم در مسلمین بله این برای مسلمانان خیلی مهم است طبیل اون این کوسه است کوسه در دریا زندگی می کند کوسه در دریا زندگی می کند کوسه گوشتخوار است کوسه گوشتخوار است کوسه صیاد است کوسه صیاد است صید صیاد صید یعنی فریسا و صیاد یعنی مفترس صحیح کوسه صیاد آهو صید کوسه نوعی ماهی است ماهی ها آبزی هستند آبزی آبزیان آبزی آبزیان یعنی حیواناتی که در آب زندگی می کنند کوسه نوعی ماهی است که در آب زندگی می کند کوسه آبزی است حیواناتی که هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند دوزیست هستند خشکی یعنی البر دوزیست یعنی البرمه دوزیست ها هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند مثل ضفدع و سلحفت آفرین ضفدع یعنی قورباغه سلحفت یعنی لاک پشت قورباغه لاک پشت این ستاره دریایی است ستاره دریایی آن مارماهی است مارماهی آنها مار هستند مار اینها لاکپشت هستند لاکپشت ها تخمگذار هستند لاکپشت حیوان آرامی است آنها آرام راه می روند آیا تو قصه خرگوش و لاکپشت را شنیده ای؟ دوست داری قصه آنها را برایت به فارسی بگویم؟ برایت؟ یعنی برای تو درسته برای من، برایم، برای تو، برایت، برای او، برایش.
برای ما، برای من، برای شما، برایتان، برای آنها، برایشان، برایم، برایت، برایش، برای من، برایتان، برایشان. روزی در جنگل کنار برکه‌ای لاک‌پشتی زندگی می‌کرد. جنگل یعنی الغابه. بله، جنگل یعنی الغابه. کنار؟ کنار یعنی قرب. طيب. یلا. کمل القصه. انا؟ ايه انت. یلا. ما بعرف اقرا كثير. یلا. طيب. او بسیار عاقل بود. و همه حیوانات و همه حیوانات جنگل را راهنمایی میکرد. راهنمایی میکرد؟ راهنمایی میکرد یعنی کان یدل. راهنمایی میکرد. اما خرگوشی در همسایگی او زندگی میکرد. خرگوش یعنی ارنب. خرگوش یعنی ارنب. همسایگی، همسایگی یعنی الجیره. همسایگی. یل. که بسیار مغرور بود و از اینکه لاک پشت مورد توجه حیوانات بود به لاک پشت حسادت می‌ورزید. حسادت می‌ورزید. حسادت می‌ورزید. روزی در بین حیوانات گفت که قصد دارد با لاک پشت مسابقه دو بدهد. دو؟ دو یعنی رکد. دو. من دویدم. دو. روز مسابقه فرا رسید. فرا رسید؟ یعنی وصل. فرا رسید. یعنی وصل. فرا رسید. قرار شد آنها 10 بار دور برکه بدوند. بدوند یعنی برکدو. بدوند. و هر کس زودتر به خط پایان رسید. پایان؟ پایان یعنی النهایه. به خط پایان رسید برنده است. برنده یعنی الرابح. برنده است. کبوتر سفید دستمال سفیدش را از بالای درخت به زمین رها کرد. بس. کبوتر؟ کبوتر یعنی حمما. کبوتر. دستمال؟ دستمال یعنی مندیل. مندیل. دستمال. رها کرد؟ رها کرد یعنی ترک. و مسابقه شروع شد. خرگوش به سرعت دوید و چند بار دور برکه دوید، اما لاک پشت به آرامی حرکت میکرد و هنوز یعنی حتی تلک لحظه. و هنوز نصف برکه را تی نکرده بود، یعنی لم یقطع. بله. خرگوش هر بار که به او میرسید او را مسخره میکرد. در دور پنجم خرگوش فکر کرد که چرا آنقدر تلاش میکند، زیرا که لاک پشت هرگز نمیتواند به او برسد. برای همین شروع به
بازیگوش؟ بازیگوشی یعنی لولدنه. آها، برای همین شروع به بازیگوشی کرد، یعنی به لولدنه. و با سنجاب ها بالای درخت و روی زمین بالا و پایین می پرید و بازی می کرد و از میو میوه های یعنی الفواکه، آها، و از میوه های جنگل می خورد. اما لاک پشت بدون استراحت و توقف راه می رفت و خرگوش سرگرم بازی و جست و خیز و غذا خوردن بود تا اینکه خسته شد و زیر درخت خوابش برد و هرچه دوستانش او را بیدار می کردند که مسابقه را ادامه دهد، او با غرور می گفت لاک پشت هرگز نخواهد توانست او را شکست دهد. چند ساعت بعد لاک پشت از خط پای خط پایان پایان یعنی خط نهایه، از خط پایان گذشت و به خانه اش رفت. اما خرگوش هنوز در خواب بود و رؤیای پیروزی یعنی حلم الفوز و رؤیای پیروزی بر لاک پشت را می دید. آفرین، خیلی خوب خوندی. شو كانت حلوه هالقصة؟ صحيح، يعني چه قصه زیبایی بود. چه قصه زیبایی بود. زیبایی بود. چه قصه زیبایی بود. هلا فيك تقول لي شو النتيجة اللي أخذتها من القصة؟ قل لي بالفرس، فيك تقول لي بالفرس؟ چه نتیجه از این داستان گرفتی؟ چه نتیجه از این داستان گرفتی؟ چه نتیجه از این داستان گرفتی؟ چه نتیجه از این داستان گرفتم؟ چی داشتی؟ المثابره، بس چه معنیه بالفرسی؟ المثابره یعنی پشتکار. أعزائي الطلاب، تلاحظون أننا هذا اليوم وقبل أن نبدأ بالدرس واحد من الطلاب أو إحدى طالباتي كتب هذه الأمثلة على السبورة لنعرف الفرق بين صيغتين أو بين الأسلوبين من الفعل الماضي. لاحظوا، نقول مريم رافته، ذهبت مريم أو قد ذهبت مريم. أو المثال الثاني نقول سعید قد قرأ درسه، سعید درسش را خانده. فنلاحظ هناك فرق. ما هو الأسلوب الذي دائما تأتي ها في آخر الفعل؟ مثل رفته، نوشته. فنعرف أن الأسلوب الأول كما تعلمناها في الحلقات السابقة نسميه بالفعل الماضي البسيط، يعني يدل على عمل قد حدث وانتهى. لكن الأسلوب الثاني ما نسميه بالفارسية
ماضي نقلي، نقلي يعني إخبار، الإخبار أما حدث. ماضي نقلي يعني ينقل إلينا خبرا عن الماضي. فهذا الأسلوب كأنه في بصدد أن يشرح لنا خبرا من الأخبار. فكيف نصنعه؟ نأتي بالهاء في آخر الفعل، مثلا نقول رافت رافته، نوشت نوشته، خاند خانده. فهذا الأسلوب نوع من الماضي، لكن الماضي الذي المتحدث بصدد إخبار الآخرين بهذا الشكل. ففي العربية نأتي بحرف قد على الفعل الماضي، لكن في الفارسية بحاء في آخره. الآن نطلب منكم المشاركة في هذا الموضوع. بمن نبدأ؟ من المتطوع؟ نعم سعيد هو المتطوع للجواب. أنا أذكر المثال بالعربية وأنت تذكره بالفارسية. سعيد قد كتب درسه. سعيد قد كتب درسه. نعم أنا استخدمت اسمك في هذه الجملة. ماذا نترجم؟ سعيد درسش را نوشته. صحيح، سعيد درسش را نوشته. سعيد درسش را نوشته. وتعلمون أن هذا الأسلوب ممكن أن يكون إيجابا أو سلبا، يعني ممكن بشكل منفي، صح؟ الآن نطلب من سامر أن يذكر لنا الجملة بالشكل السلبي أو المنفي. نفس الجملة، لم يكتب سامر درسه. سامر درسش را ننوشته. سامر درسش را ننوشته. إذا قلنا ما كتب نترجمه ننوشت، أما إذا قلنا لم يكتب نترجمه ننوشته يا هنوز ننوشته. فهذا هو الفرق بين الماضي الإخباري أو الماضي البسيط. لممارسة ما تعلمناه في الجزء السابق، كيف نستخدم الماضي الإخباري أو ما نسميه بالفارسية ماضي نقلي، فعلينا أن نستفيد من بعض الأمثلة الكثيرة. فمن الأحسن أن نستخدم الأسلوب في العربية ثم أنتم تقومون بترجمة للفارسية. نبدأ بفادي. فادي، ترجم لنا هذه الجملة. قد ذهب صديقي لزيارة أمه. قد ذهب صديقي لزيارة أمه. دوستم به دیداره مادرش رفته. صحیح، ترجمه دوستم به دیدار مادرش رفته. دوستم به دیدار مادرش رفته. لم يذهب سعید الى الجامعه هذا اليوم. لم يذهب سعید الى الجامعه هذا اليوم. و سعید، بما ان هذه الجمله موجود فيه اسمك، ترجم لنا هذا الجمله. سعید امروز به دانشگاه نرفته. نعم، سعید امروز به دانشگاه نرفته. فهذا نوع من الإجابة والسلب. فنلاحظ أن كلمة اليوم في هذه الجملة يرشدنا إلى الكلمات التي تدل على الزمان. لتزويد معلوماتكم اللغوية أو مخزونكم اللغوي، نمارس هذه الكلمات التي تدل على الزمان. ماذا نقول لليوم؟ امروز. امروز، امروز بمعنى اليوم. بكرة أو غدا ماذا نقول بالفارسية؟ فردا. وعندنا كلمة بعد الغد. بعد الغد كيف نترجمه بالفارسية؟ پس فردا. وكلمة أمس ترجمتها بالفارسية دیروز. نستخدم هذه الكلمة في جملة. كان الأمس أطلع. كان الأمس أطلع. دیروز تعتيل بود. فأما بالنسبة إلى قبل الأمس، أمس الأول، أمس الأول ماذا نقول؟ پریروز. پریروز يعني قبل الأمس. هذه الليلة نترجمها امشاب، والليلة القادمة نترجمها فردا شاب، والبارحة نترجمها ديشاب. هذه الكلمات الأسماء للزمان تستخدم كثيرا في الحوارات اليومية.